بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز دوشنبه هست، 22 فروردین ماه 1401. جلسه 12 مکانیک سیالات هست، در خدمت عزیزان هستیم. جلسه گذشته، یعنی جلسه 11، ما اومدیم پیرامون کمیت بخشیدن به میدان فشار با استفاده از تکنولوژی های کلاسیک سنتی مثل بارومتر، پیزومتر، یوتیوب مانومیتر، اینکلاین تیوب مانومیتر صحبت کردیم و گفتیم این ابزار کلاسیک برای اندازه‌گیری فشار یه اشکال عمده‌ای که به همه‌شون وارد هست این است که اگرچه ماهیت فشار ترانزینت باشه و زمان تغییر بکنه، هیچ کدوم از دستگاه‌ها قادر به پایش میدان فشار نخواهند. بعد یک مثال زدیم که عملا ما آمدیم یه پروژه روش پیاده کردیم که از حسگر لیزری برای پایش سطح آب یا عمق آب که گفتیم هم چجوری پایش سطح آب یا عمق آب تبدیل میشه. و خب میدونید در موقعی که سیل میاد سطح آب رطوبت ثابت نیست، متحرکه و حسگر لیزری هم قادر هست این سطح دینامیک رو پایش بکنه. یه سری کلیپ تو فضای مجازی خصوصا تو یوتیوب هست که پیرامون معرفی وسایل اندازه‌گیری جدید مرتبط با این هستن. خودش یه بیزینسه پایش فشار. و شما اگر چنچه به یک فروشگاه لوازم لوله‌کشی عزیمتی داشته باشید، حتما با این تأسیسات و تجهیزات برای پایش فشار مواجه میشید که قیمتاش هم متفاوته. الان تکنولوژی به سمت هرچقدر ریزتر کردن، هرچقدر این میکروپروسسور رو ریز کردن که هم وزن کمتری بگیره، هم بتونن توی جعبه مختصری انواع و اقسام تجهیزات رو جا بدن برای جابجایی و فروش و ارتقاء بیزینس خودشون. بنابراین من در خصوص الکتریکال و مکانیکال اینسترومنت مانیتور پرشر اختصاص میدم به همین کلیپ ها و جا، چون فقط بخوام وقت بزنم یکیشو به اون دقت نظری که تو شبکه از ترسیم بکنم، کل 1.5 ساعت رو باید بهش اختصاص بدم. امروز میخوایم، چون ما مهندسین را ساختمان عمدتاً با نیرو سر و کار داریم برای طراحی سازهای هیدرولیکی یا ساختمانمون یا هر جایی که آب در تماس با سازه و خاک باشه، عنوان درسمون هستش هایدرو استاتیک فورسز آن سرفیسز. شاید هم بهتر باشه که جمع نبندیم، بینیم هایدرو استاتیک فورس آن سرفیسز. من یه توصیه و سفارشی که به عزیزان برای method of problem solving دارم و به تبع اون اگر انشاءالله در آینده تو محیط آموزشی بودید، تو محیط آموزشی هم این مهم مد نظرتون قرار بگیره، موقعی که به یه تاپیک مواجه میشید نرید از همون اول روی سخت‌تر گزینه پیادش کنید. اول بیاد روی ساده ترین گزینه پیادش بکنید، بعد به تدریج حرکت کنید به سمت گزینه هایی که به مراتب سخت‌تره. خب اگر من بخوام نیروی ناشی از توزیع فشار روی سطحی به دست بیارم، این مهم هست که این سطح چه ویژگی داشته باشه. به طور کلی سطوحی که ما تو هیدرولیک باهاش مواجه میشیم یا مستوی هستن یا منحنی هستن. در عنوان پلین سرفیسز یا کرد سرفیسز، مثلا اگر چنانچه دوستان توی بلوار چپ
چمران از بیمارستان شهید چمران به اون طرف که جلو میرید به چهارراه مالیاباد یا پل مالیاباد میرسید، سمت چپتون آتش نشانی یک بند انحرافی رو روی یک رودخونه خوش تعبیه کرده که سد آب رو بالا بیاره و آب رو هدایت بکنه رو باغات وصول دشت. اگر چنانچه رد شدید که حتما هم از اون مسیر رد میشید برای تفریح، پیاده روی، هر چی اسمش بذارید، یه توقف کنار این ایستگاه بند انحرافی بدید و یه مقداری نگاهی سازه کنید. چجور از من دو درس استاتیک به دانشجوان میگم برای استاد خیلی سخته که بیاد سر کلاسه که فضای یک سازه سه‌بعدی رو بکشه و بگه چجوری وزن شما به عنوان مصرف کننده از این به گهواره نهاییتون منتقل میشه. ولی اگر شما خواستید از یک پل پیاده از این پل این طرف خیابون برید اون طرف خیابون، چون این برای شما مهمه که بتونید تجسم داشته باشید، موقعی که رفتید سوار این پل پیاده رو شدید که از این بر خیابون برید اون بر خیابون، وسط زمین و آسمون رو پل پیاده رو وایسید، یه سوال از خودتون بپرسید: وزن من چجوری به گهواره نهاییش منتقل میشه؟ اگر چنانچه امروز ما میخوام نقل کرف سرویسز بگیم، خیلی مهم هست که شما کوچش دیده باشید گریبه. یه موقع فکر نکنید این مطالبی که اینجا داریم سر کلاس میگیم فقط برای گفتن سر کلاسه و حقوق گرفتنی، نه، یا برای شما فقط گفتن و شما مدرک گرفتنه. من جلو جلو صادقانه خدمتتون بگم و این با فرزندان خودم هیچ تفاوتی ندارید از این نظر، یعنی هرچی به فرزندان خودم میگم به شما هم میگم و حتی به شما هم نزدیکترم. چرا؟ چون اونها رو نمینم، یکیش کانادا هست، یکیش هم تهرانه. از الان تو این سنی که 20 سال هستی تو ذهنتون باشه که یه چیزی یاد بگیرید، بعد که وارد اجتماع میشید این مدرکه که نشون میدید نتیجهش این میشه: دانشجو دکترا گرفته، نه لیسانسا، دکترا گرفته، آمد تو اتاق یه دفعه بغضش میکرد. چرا؟ هر جا میرم به این میگن اون دیپلومم. خب میگم بعدش چی؟ چی ازت میپرسن؟ چی ازت میخوان؟ یا یه جور دیگه بخوام تفسیر بکنم این صحبتی که در دقیقه الان بهتون بگم، 3 سال دیگه بهش میرسی، این هست که باید دانشگاه و دبیرستان و دبستان و دوره راهنمایی مخاطب رو برای ورود به جامعه تربیت بکنه، نه برای مدعی. بگه من درس خوندم، 4 سال وقت گذاشتم، 2 سال فوق لیسانس خوندم، 4 سال دکترا خوندم، باید فلان کنم، بهمان کنم، باید دیگه مشکل نداشته باشم. الان امتیاز شما به عنوان یک دانشجو و فردا به عنوان یک دانش آموخته این هست که یه چیزی بلد باشید. یعنی موقعی که وارد یک مجموعه میشید میخواید تقاضای شغل بکنید، یه رزومه عرضه کنید، توی رزومه بنویسید من با این نرم افزارها آشنا هستم، با این زبان ها آشنا هستم، این توانایی ها رو دارم، هابیم این هست، فوتبال بلدم، بسکتبال بلدم، یادتون باشه این فوتبال رو کارش بکنید. تو هر وقت گفتیم من اوکی هم داریم بسی گرگو چی کجا؟ یه پارک بسن، یه پارکی هست، یه زمین فوتبالی داره. قرار شد تک به تک بزن. تک به تک خیلی سخت میشه. خیلی نباشه. ها وقت گفتیم تک به تک دیگه حساب آبرون بره؟ آقای زاکری هم جواب طلب. آقای زاکری کجا باشه؟ ایشون هم فوتبالیسته. سرکتو سرخی میکنیم سوال باشه. ها اگر با باشه شناگر خوبی هستی؟ دوستان، خواهرم، بردارم، مهمترین و چالشی ترین مسئله برای شما بعد از فارغ التحصیلیتون معیشته. چی کار بکنید که از الان مشکل معیشت رو برای خودتون حل بکنید؟ دنبال
یادگیری باشید، دنبال اینکه یه مطلبی رو یاد بگیرید. چون اگر بناتون بر حفظ کردن باشه و بعد از جلسه امتحانم بجرونید جزوه رو برزید کنار، آخر کار افسرده میشید. خیلی تو بازاره، خیلی از سرگردونا تو بازار هست که نهش رو به بهانه میخرن، نه باها. این فقط دنبال مدرکه هست. من ممکن شما بگید من مدرکه رو میخوام بگیرم که اگر ازم خواستگاری بگم مهندسم، نه؟ شما نه در اونم یه گزینه هست، باید فکر نکنم الان دیگه اونم موضوعیت داشته باشه که برای خواستگار مهندس بودن مسئله باشه. میگن خونه داری؟ ماشین داری؟ من از مندری میگی من پدرم بگم میره دیگه یه میرسه من از خوهرم نیست. خب این هم یه خاشیه که هر روزی از من آیزاکری و دوست عزیز اونم اسمشی نبود درودی هستم درودی درودی برای که این عزیزان هم بی یعنی ترکشی بهشون خورده باشه، ما معمولا تو هر جلسه ای یک کمی جاده خاکی میریم ولی دوباره بعد زود برمیگردیم توی جاده آسفالتی که خیلی دیگه منحرف نشیم کار پوشه داریم. پس بنابراین برای حل مسئله تو زندگی، توی کلاس، تو هر درسی مسئله سخت نکنیم، از آسون شروع بکنیم بعد به تدریج سختش بکنیم. یعنی اگر من خواستم این منوانه رو آدرس بدم، اول باید بیام سراغ پلین سرویس، بعد بیام سراغ کیر سرویس که بگم اگر چنچه اون سطحی که در تماس با سیار هست منحنی باشه چجوری نیروی برش حساب کنیم، اگر چنچه اون سطح مستوی باشه چجوری، بعد اگر مستوی بود هم سه تا گزینه رو باز بکنیم، باز هم از ساده در این گزینه. اگر چنانچه این سطح ما مستوی بود، در الان هر سطحی توی اتاق میبینید جز این سطله، هر چیزی توی اتاق میبینید مستوی. اول گزینه این که سطحتون هوریزنتال باشه، یعنی افقی باشه. نیروی وارد برای سطح افقی رو به دست آوردید، میتونید برید صحبت از یک سطح ورتیکال بکنید. بعد که نیروی وارد برای سطح ورتیکال رو به دست آوردید، میتونید صحبت از یک سطحی بکنید که نه افقیه نه قائمه بلکه شیب داره، اینکلاین. و بعد خیلی براتون ارزشمند دانستن این مطلب که موقعی که شما اینو بلد باشید، اینو بلد باشید، خواهید دید که ما راحت میتونیم اینو تبدیل به نادتایی کنیم و برخلاف کتاب آقای استریتر و وایلی که اصلا از فری بادی دیاگرام استفاده نمی کنن، ما اینجا هر مطلبی میگیم از فری بادی دیاگرام استفاده و این خودش تکلف و تعبد در یادگیری رو به حداقل ممکن برسونه. بعد میایم اینجا. اینجا عملا دیگه کرف سرفس معنی نمیده بگیم افقی باشه یا قائم باشه یا اینکلاین باشه، دیگه منحنیه. و قبلا اینو گفتیم، یعنی خواهید دید که باز اینم تبدیل به این میشه تو چارچوب فکری که ما داریم دنبال میکنیم که بیلدینگ بلاک حرفامون، صحبتامون، تلاشامون تقسیم پیکره آزاد. یه چیز دیگه هم ما توی این عنوان هست و تکلیفش روشن کنیم. نگاه کنید hyperstatic force on surfaces. الان از چند تا کیبوردی که توی این عبارت به کار رفته من تکلیف سرفس رو مشخص کردم.
بعد باید تکلیف هایدروستاتیک رو مشخص کنم، بعد تکلیف فورس رو مشخص کنم. بعد که تکلیف این سه تا کلمه کلیدی مشخص شد، بپردازم شروع کنم مقدار نیرو رو حساب کنم. هایدروستاتیک، هایدروستاتیک یعنی سیاری که در تماس با سطح چیه؟ ساکن. یعنی اگر چنانچه من میخوام تکلیف این هایدروستاتیک رو روشن کنم، باید بگم پی از فانکشن آف زد مساوی هست با منهای گاما اچ به اضافه پی زرو. هایدروستاتیک رو بخوام تکلیفش روشن بکنم، یعنی تغییرات فشار با ارتفاع، چون تو افق تغییر نمی کنه، فقط تو ارتفاع تغییر میکنه فشار، مقدار شمال. و اما فورس، الحمدلله هممون رشته راه ساختمان هستیم و اسم نیرو که میاد آنن میدونیم نم به چی داریم صحبت میکنیم. بچه ها اگر خواستید نیروی ناشی از فشار هایدروستاتیک، شاید هم لازم باشه اینجا لغت هایدروستاتیک پرشر رو هم اضافه کنیم که منظور رو روشن باشه. هایدروستاتیک پرشر فورس آن سرفیسز، برای که من نیروی وارد برای سطح افقی یا نیروی وارد برای سطح قاهی یا نیروی وارد برای سطح شیبدار یا نیروی وارد برای سطح منحنی شکل رو به دست بیارم، باید سه تا کمیت رو مشخص کنم. بنویسمش اینجا فورس اولین مطلبی که باید روشن کنم برای این نیرو، بگم مقدارش چقدر، مگنیتیود. دومین مطلبی که در رابطه با این نیرو باید روشن بکنم این است که بگم این نیرو نقطه اثرش کجاست، در چی نقطه اثر میکنه، پوینت آف اکشن. بچه اینا جدید نیست براتون ها، اینا تو استاتیک هم داشتید، یعنی تو استاتیک هم باید موقع میخواستید نیروی وارد بر یک سازه حسن من تکیگاه ها هرچی رو به دست بیاریم این ستا روشن میکردیم و راستا دقیقش. خبر خوش، good news، نه اینکه سیال ما در حال سکونه. اگر چنانچه ما رفتیم اینترفیس بین سیال و سطح رو زیر ذره بین گذاشتیم، بازش کردیم، خبری از نیروهای برشی هست یا نیست؟ نیست. چون سیار ساکنه، یعنی بر این سطوح یا این سطح همواره در هر نقطه اینفینیتسیمال فورس، چون فشار که بیرون نیست، پی ضرب در دی ای میشه دی اف. مثلا شما اگر چنانچه اینجا بودید یا همچه سطحی داشتید و یک فشاری مثلا اینجا هم سیال بود، اینجا سیال، خواستید برای یک اینفینیتسیمال اریا دی ای ببینید تکلیف سوزنک نیرو که روی این المان اثر میکنه چقدره، خبری از نیروهای برشی روی المان نیست، فقط نیروهای عمودی. یه از نیروهای برشی خبر نیست چون سیال در حال سکونه. یه خبر خیلی خوشیه، یه گود نیوزی هست که ما اینجا عملا نگران نیروی برشی نیستیم، میتونیم با این ذهنیت با این استدلال بریم
تدریبی رو چیکار کنی؟ روشن کن. مثلا اگر چنان که این شکل دایره باشه، خواهش کنم دقت بکنی، اگر شکل دایره باشه این سوزنک های فشار هر جایی ترسیم بکنیم از کجا باید بگذره؟ مرکز را سوزنک های فشاری که جای مختلف میکشیم همه گی باید از مرکز دایره بگذره. یعنی اولا از بارش خبری نیست، منحصرا ما نیروی قائم داریم. یعنی از اون نیروهایی که میگفتیم بادی فورس و سرفس فورس و سرفس فورس هم به دو بخش تقسیم میکردیم، سرفس نورمال فورس و سرفس شیرینگ فورس، از سرفس شیرینگ فورس خبری نیست. خب حالا شروع کنیم یکی یکی اینها رو سریع بگیم و حواسون هم باشه اگر چنانچه من سجاد یه مسئله خاص حل بکنه از خودش پرسید چه موقع من بفهمم که این مسئله تمام شده حلش؟ این است که برای این نیروی که میخواد رو سر حساب بکنیم این ست ساعت چکار کنه؟ پاسخ بده. یه سطح افقی در نظر بگیریم. مثلا فرض کنیم ما یک ظرف داریم مثل این ظرف که تا یه ارتفاعی آب درشه، سیار درشه و میخواییم روی این سطح افقی A B، حالا میتونه هم حمود برتاب، یعنی از بالا که نگاه میکنیم دایره باشه، میتونه یک مستطیل باشه. مثلا اگر چنانچه از بالا به این نگاه بکنیم سطح افقی دایره است، یا میتونه یه شکل عجب و عجب باشه. خیلی خوب، گیبن چی؟ ارتفاع آب توی این ظرف رو به ما دادن، گفتن هچه و شکل هندسی این رو هم به ما دادن. مثلا اگر چنانچه بیاریمش اینجا یه همچین شکلی از زندنی اینجوری شکل میکشم که یه موقع فکر نکنی حتما با دایره باشه. حالا ما میخواییم به این سوال پاسخ بدیم که روی این سطحی که از بالا نگاه میکنیم به رایت نیروی ناشی از فشار آب مقدارش چقدره، نقطه اثرش کجاست و راستاش. خب اگر چنانچه من یه سوزنکی در نظر بگیرم اینجا یه سوزنک سبدی در نظر بگیرم، معادل این سوزنکی اینجا مثلا یه همچی چیزی دارم، درسته؟ از بالا که نگاه میکنم، یعنی مثلا اگر چنانچه اینجا دی اکسه، اینجا محور اکسه و اینجا هم محور وایه تو افق، از اینجا تا اینجا دی اکسه و از اینجا تا اینجا چیه؟ یه وای. من باید برم سوزنک نیرو رو روی این المان به دست بیارم و روی کل این سطح چیکار کنم؟ اینتگرال رو بیارم تا چیز به دست بیارم، به رایند نیرو به دست بیارم. خیلی خوب، فشار روی این سطح، فشار روی این سطح چقدر؟ اگر چنانچه برنگ مثلا متفاوتی بخوام توضیح فشار رو بکشم باید فشار توضیحش اینجوری بکشم. و بعد اگر یکی برسید گفته شدت این چقدر هست، میگم شدت این هستش گاما ضرب در اچ، گاما این سیار ضرب در اچ. آلمند سجادی میپرسه میگه این گاما اچ دیمانسیونش اف به ال دوه، ما یاد گرفته بودیم که باید دیمانسیون اف به ال باشه،
حالا یه جایی باید با های این بپردازیم دیگه که این افبلوه. چه افبلوه؟ خانم منشاسی ها؟ اف ال سه هست بعد اچ هم ال هست داخل شد حواستون باشه به این آنالیز ابعادی حواستون باشه. یادم اومد به این نکته که سوالی پرسیده شد که اچ کار علامت چیه که یکی از دوستان پرسید. من توی یکی از این ایمیل هایی بهتون زدم دو تا داکیومنت بهتون فوروارد کردم، یکی کانورژن یونیت یا یونیت آف کانورژن که چجوری تبدیل واحدار انجام بدیم، یکی هم اندرستندینگ یونیت. یادتونه اون فایل اندرستندینگ یونیت در سطح دنیا آمده گفته مثلا هکتار رو با چی نشون بدی، ثانیه رو با چی نشون بدی، اور رو با چی نشون بدی، یر رو با چی نشون بدی. ممکن تو امتحان یه همچین سوالی هم داده بشه، یعنی مثلا بگیم اکفیت رو به چی نشون بدی، ای آقا سجادی میگه اینجوری هم مثال میدید خود دیگه مطلبشی بهتون دادیم، داکیومنتشی بهتون دادیم، برای خال نبودن عرضه که ندادیم بهتون. و بعد هم در طول تکالیفی که دارید حل میکنید ضرورت مراجعه به اون داکیومنت دو میشه فراهم میشه که به اون داکیومنت مراجعه کنید ببینید این حرف HR مخفف چیه. اگر چنانچه دیگه ساعت رو به اجبار نشون داده از این به بعد این ملکه میشه، اگر به هش نشون داده ملکه هش میشه. بعد اینا یک چیز استانداردیه، یعنی اگر مقاله بنویسید در انشالله کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و مقالتون به یه مجله سابمیت بشه و بعدم ببینه حتی توی نوتیشن برای واحدها مشکل دارید ممکن مقاله رد کنه، بگه این که هنوز نمیدونه که ثانیه با چیچی نشون بده بلش کن دیگه نمیخواد اصلا دنباله، اصلا این ربطی به آب و خاک سازه نداره ها. تو مکانیک برق فلان بهمان باشید همه جو باید ساعت رو با یه نوتیشن خاص، ثانیه رو با یه نوتیشن خاص، دقیقه رو با یه نوتیشن خاص نشون بده و اون فایل اندرستندینگ یونیت برای این منظوره. یادتون باشه که همونطور که سرکار و من راستی های اشاره کرد دیمانسیون دماهش اف به دوه، بعد آخر کار باید دیمانسیون F که ما اینجا به دست میاریم F بشه نه حتی F به. خب من اگر چنانچه بخوام روی این علمان سوزنک نیرو رو به دست بیارم میدونم که سوزنک نیرو DF، یعنی اولا اینجا که من یه همچی چیزی گذاشتم اگر خواستم روی این علمان سوزنک نیرو رو به دست بیارم که هستش دیه اف، باید بیام پی ثابت رو یعنی گاما اچ رو ضرب دی ای کنم. الان درست شد دیمانسیونه گاما اچ دیمانسیونش اف به الو بود ضرب بر دی ای که دیمانسیونش الو هست میشه اف. بعد شروع کنم از این اینتگرال بگیرم تا اف به دست بدم. یه سوال، آیا من مجازم اینتگرال بگیرم یا به عبارت دیگر چه موقع مجازم اینتگرال بگیرم؟ اینو باز تو استاتیک هم داشتیم. من موقعی مجازم اینتگرال بگیرم که تمام این افها چی باشن؟ یه راستا داشته باشن. اگر چنانچه اینجا بودم که این افه اینجا هست، این افه اینجا هست، این افه اینجا هست، نمیتونم اینتگرال بگیرم چون جهاتشون یکی نیست، باید جهاتشون یکی باشه. الان اینجا الان در بردار من رو اف نذاشتم، به عبارت دیگه مثل اینکه پیشاپیش به دایرکشن جواب دادم، راستای تمام سوزنک ها به طرف پایینه، پس بنابراین راستای برایند هم به طرف پایین خواهد. از طرف این اگر چنانچه اینتگرال بگیرم اینتگرال دی اف روی ای، ای هم کلی سر میشه مساوی، اینتگرال گاما اچ
ضرب در دی ای روی ای. هم مثلا میتونیم ما دی ای رو با دی ایکس دی وای هم چکار کنیم؟ من مهندس چهار کسی کنیم چون دی ای هستش دی ایکس دی وای. اینو کجا خوندیم؟ ریاضیات یا یک یا دو برای انتگرال گیری. خب این برمیشه اف، این برم چون دنبالش مقدار ثابتی هست میاد بیرون، انتگرال دی ای روی ای هم میشه ای. پس بنابراین مثل این که اول سال پاسخ دادن مگنیتیود. حالا کتاب آقای اسلیتر اینجوری قضیه رو نمیبینه، میاد میگه اگر چنانچه خواستی نیروی وارد برای سطح افقی به دست بیاری، بیاد حجم آبی که برای سرش قرار گرفته رو به دست بیاری. الان این حجم آب هست دیگه نه؟ گاما الان ای ضرب در اش میشه حجم اون شکلی که روی این بنا میشه، ضرب در گاما بشه میشه حجم آب. ولی من اینجوری اصلا دنبال نمیکنم که بگم برای به دست بردن مقدار نیرو برید حجم آب حساب بکنیم. توتالی پیوری ماتماتیکس. و بعدم علمانه شما اگه از من پرسی گفتید حجم اینو چی رو حساب کنم، میگه حتما باید اطلاعات مربوط به این داشته باشی، چون این درش باشید ای درش باشید که نمیتونید به درش حساب کنید. اگر چنانچه خواستید این رو شروع کنید سطح حساب بکنید، باید متاسب به نیومریکال اینتگریشن بشید. چرا؟ چون امیدسی نیست دایره و بیزی و حضرولی و اینجور چیزا رو ما میتونیم مساحت رو به دست بیاریم، ولی یه شکل نامنظم میسو باید از انتگریشن بیاریم. خب پاسخ از سال اول روشن شد، یعنی عملا آقای مهندس سجادی به ما بگه که توی استاتی قراردادتون برای یه نیرویی که میخواید روی جسم بذارید، اگر چنانچه اینجا بودید که باید بزنید عمود بر تابلو دیگه نه؟ چون اینو من چهر موندم دارد درجه. دو تا قرارداد داریم، یه قرارداد اینجوری داریم یه قرارداد اینجوری. حالا کدومش میره تو صفحه، کدومش میاد بیرون؟ اون بالایی میره تو صفحه، اون پایین میاد بیرون. میاد بیرون. حالا اگر چنانچه پس بنابراین این میره تو صفحه، این میاد بیرون. پس بنابراین اگر چنانچه من خواستم نیروی اف رو بگم کجا اثر کار بدن، نمیدونم من کجا اثر میکنه، فقط مقدارش میدونم. میام میگم فرض کنید اینجا اثر میکنه و بعدم میره تو تابلو، یعنی به طرف پایین. من باید دو تا عدد رو به دست بیارم که بتونم پوینت آف اکشن رو روش قضاوت بکنم، یکی از اینجا تا اینجا، یکی هم از اینجا تا اینجا. باید این دو تا کمیت رو به دست بیارم تا نقطه اثر نیرو مشخص بشه. دیگه اطلاعات مربوط به چیز کمکم نمی کنه، نیرویی. باید شروع بکنم متوسط به چی بشم؟ متوسط به لنگر بشم. بگم چی؟ چجوری استدلال کنم؟ بگم لنگر، خواهش کنم دقت بکنید، ناشی از این المان سوزنک دی اف نسبت به محور وای و نسبت به محور اکس با لنگر درایتشون باید یکی بشه. یعنی چی؟ یعنی آقای مهندس ذاکری، اگر چنانچه من خواستم لنگر اینو به دست بیارم نسبت به محور وای، با چیکار کنم؟ فرض کنید اینم هستش اکس بار. چی؟ این درس رو ندارم. ها چی خواهی؟ چی مهم نیست که دارید این درده؟ چی؟ حالا چند تا چیز آشکار شد؟ هیچ اشکالی هم نداره ها. حالا ما کار نداریم که این درس رو داری یا نداری. اتفاقا شما عاشق‌تری که درس رو نداری سر کلاس نشستی. کیا درس رو دارم کیا ندارم؟ همه داریم. فقط شما اگر چنانچه خواستید لنگر این نیرو نسبت به محور وای به دست بیاری، با چی کار کنید؟ بازوش کنید. بازوش کنید.
پس بنابراین F ضرب بر X میشه لنگر برایت نسبت به نیروی بار. حالا اگر چنانچه بخواید برای سوزنک ها هم بریم و لنگر رو به دست بیارید، اول باید بیارید بگی دی اف ضرب در اکس میشه، چون از اینجا تا اینجا اکس دیگه، نه از اینجا تا اینجا اکس، از اینجا تا اینجا هم باید دی اف ضرب در اکس کنید و بعد شروع کنید رو کل سطح چیکار کنید؟ اینتگرال بگیرید، میشه مساوی با اینتگرال دی اف ضرب در اکس. خب به جای دی اف میتونیم مقدار بذاریم، میتونیم بذاریم گاما نشه دیگه اچ دی ای ضرب در اکس، گاما اچ میاد بیرون میشه اینتگرال اکس دی ای. حالا میتونیم به جای دی ای دی اکس دی باید بذاریم. پس بنابراین اگر چنانچه به جای F هم مقدار بذاریم، به جای F هم بذاریم گاما H ضرب در A ضرب در X مساوی با گاما H اینتگرال X dA، گاما H با گاما H زده میشه، از اینجا X بار میشه چقدر بچا؟ میشه یک روی A اینتگرال روی A X dA. همین کار رو هم برای وای میتونیم انجام بدیم، یعنی بگیم چی؟ بگیم برآیند نیرو ضرب در وای بار، وای بار چیه آقای منسجادی؟ از اینجا تا اینجا، یعنی در واقع داریم لنگر نیرو نسبت محور اکس حساب میکنیم، مساوی هست با اینتگرال وای ضرب در دی اف. حالا هم به جای اف هم به جای دی اف مقدار میذاریم و ساده میکنیم، این شبه گاما H ضرب در A ضرب در Y بار مساوی با اینتگرال روی A Y گاما H ضرب در D A گاما H گاما H که بزنیم Y بار هم این شبه یک روی A. کسی میتونه نتیجه گیری تحلیلی بذاره این جوابی به دست آوردیم؟ یعنی در یک کلام بگم اگه سطح افقی داشته باشیم بخوام به این سطح سوال پاسخ بدیم، سطح سوال شورتکتش چی میشه؟ شورتکت مگنیتیود میشه هر جمعه که بالا سرشه، پوینت آف اکشنش میشه مرکز سطح این سطح، چون فرمول مرکز سطح دیگه. اما از زاگیری اگر چنانچه میکنم سیارات رو نداره اتقال استفیب که داره، میدونیم که این محاصل مرکز سطح در اکشنش هم چون تمام سوزنک ها به طرف پایین هست، پس بنابراین برایندش هم به طرف پایین. سوال بعد میخوام نیروی وارد برای سطح قایم مثل این سطح رو به دست بیاریم، این AB بود مثلا، میخوام بریم BC رو به دست بیاریم. من برای که اون شکل شروع نشه دوباره یه شکل دیگری میکشم، اولین کاری که ما باید انجام بدیم برای که شروع بکنیم میدان نیرو رو کوانتیفای کنیم، اول باید بگیم تمام این سیار با این رویه بی سی که حالا عمود برتابه هم مثلا میتونه مستطیل باشه، یعنی اگر چنانچه من از این بر نگاه کنم یه مستطیل میگه. آقای آبدین اگر چنانچه این استوانه این بود چی؟ آب تو این بود خواستم نیروی بر
چیز قایم قایم به دست بیادن چی؟ باید سبب باشی میرسی بیدش. گفتیم method of problem solving از ساده شروع میکنیم به تدریج سختش میکنیم. خب اولین مطلب این از من توزیع فشار باید بکشم، چون گفته hydrostatic pressure distribution یعنی توزیع فشار خطیه. توزیع فشار خطیه یعنی اینجا صفره و افزایش پیدا میکنه تا برسه به مقدار ماکسیمومش که گاما هچه. باز اینجا دیمانسیون این قاعده گاما هچ خب من برای که برم این توزیع رو تبدیل بکنم به یک برایند باید یک سوزنک بگیرم سوزنک یا اینکه کسیمار فورس روی این سوزنک به دست بیارم بعد از توی این ارتفاع چکار کنم؟ اینتگرال بگیرم این ارتفاع هم که هچ شاید بگم واقعا یه باری که فرصت دانشجو شدن به هم بدن که دوباره بخوام دانشجویی رو از که سال 56 شروع بکنم میگم دو تا درس وقت زیادی میزنم فیزیک ریاضی من هم دارم همچه ریاضی میگم ولی از چنانچه ریاضی هم بدونیم هیچ غمی نباید داشته باشه. خیلی بریم اینجا شروع کنیم بگیم این دیه خب اینم قطعاً دیه هست. حالا دی ای مشاهده دیگه همه تون توی درس های مختلفی که تو الان داشتی میتونید سه تا گزینه اینجا انتخاب کنی برای انتخاب دی ای. این محور X بگیری، این هم محور Y بگیری، یا این محور Z بگیری چون محور Y مون Z بعد عملا این میشه محور Y. بچه ها اگر من خواستم دیه رو به دست بیارم حتما باید آمانم تو ذهنم تداعی بشه باید به سه سال پاسخ بدم. خب اول سال نیست که جوابش بدونم دایرکشن. چرا؟ چون تمام این سوزنک ها هم خود بر تابلو بند از نیروی برش خبری نیست پس برایندشون هم چیه؟ عمود بر صفحه بیزی هست. خب تکلیف یک از سوالا روشن شد که راستا مشخص شد. حالا بریم سراغ مگنیتیود و پوینت آف اکشن. اگر چنانچه من بیام اینجا بنویسم دی اف مثل همون کاری که قبلا انجام دادم باید اینجا بنویسم پی ضرب چی بچه ها؟ دی ای. که حالا اینجا پی هم گاماهش بود ولی اینجا دیگه نمیتونم اینجا گاماهش بزنم. چرا؟ چون ثابت نیست. اینجا توزیع فشار خطیه. اگر چنانچه برای این المان بر اساس دانشی که از ریاضی دارم از اینجا تا اینجا رو به دیزد نشون بدم و از اینجا تا اینجا رو به دی اکس نشون بدم یعنی دی این هستش دی اکس دی دیزه. برای محاسبه فشار روی این المان یعنی پی که روی المان اثر میکنه باید این فاصله رو ضرب چی کنم؟ گاما کنم. چون همیشه فشار در هر ارتفاعی هست ستون هم که بالا سرشه ضرب داره
داد. پس بنابراین باید بگم DAF مساوی هست با به جای این P بذارم گاما در HMN های Z و یکی از هم موضوع دو زتی میگم زتی از اینجا تا اینجا است. از اینجا تا اینجا زده و از اینجا تا اینجا دیزه و اگر بدنی خیلی کوچیکه یعنی نقطه است میشه HMN های Z میشه بعدی باید زرد در دیره کنم. حالا ماهیت المان رو چون اگر المان رو کلن بگیرم یه همچه المانی ویژگی که کلی المان داره این است که برای کلیه نقاط این المان پی ثابته. قبول یا نه؟ عمود بر تابلو همه نقاط این المان پی ثابته. اینجوری بهتر میتونم اینتگرال از جلو ببرم تا اینجوری. الانه اگر من شروع کنم اینتگرال از طرف این بگیرم میگم DAF مساوی هست با اینتگرال روی A گاما در H منهای Z. حالا DA رو که میخوام جاش بذارم اگر بذارم DX DZ مشکل دارم ولی اگر چنچه برای این المانه برم DA رو حساب کنم میشه B ضرب در DZ. که این هم بیه بعد راحت میتونم این اینتگرال رو حساب کنم و F رو به دست بیارم. F میشه مساویه با خب دیزه از چند تا چند تغییر میکنه؟ از 3 تا H تغییرات دیزه از 3 تا H چون دیگه مسئله اینتگرال بیه بودیش B گاما اینا که میاد بیرون H منهای Z ضرب در DZ میشه مساوی با B گاما میاد بیرون H اینتگرالش میشود XZ Z DZ هم میشه یک دوم Z دو محاسب شده از Z تا H. یه بار جای Z باید بذاریم H یه بار جای Z باید بذاریم آن من بسیم باید بیار روی خود چیز هست یه بار باید به جای Z بذاریم H یه بار به جای Z باید بذاریم صرف صرف که صرف میده هیچی اگر چنانچه به جای Z بذاریم H میشه H2 منها یک دوم H2 میشه یک دوم H2 پس بنابراین حاصلش میشه یک دوم گاما B H2. حالا آقای استریتر موقعی که میخواد شروع بکنه این بحث رو بکنه که حتما شما کتاب باز میکنید نگاش میکنید جلسه بعد بیان میگید آقای آبدینی اینجوری که نگفته اینجوری گفته آبدینی هم تسلیم میشه میگید نه هم پیشون میگید نگاه کنید یه تحلیلی که آقای استریتر روی میذاره میگه نگاه کنید این گاما هچه این هم هچه اگر برای من مساحت این مثلث فشار رو به دست بیارم زن در بی کمون بر تابلو بکنم این به دست بود و من جوری قبول نمی کنم یعنی جوری یاد نگرفتم. نگاه کنید گاما های زر در یک دوم میشه مساحت این دیگه نه زر در بی میشه یه عدد که اینجا به دست آوردیم ولی از طریق اینتگریشن خیلی خیلی بهتر. خب بریم شروع نقطه اثر. خانم مهندس شاسیا میگه من اجازه بدید چک کنم ببینم دیمانسیون این عدد که به دست آوردید درست میشه یا نمیشه. میشه یا نمیشه H L به توان دو میشه L ضرب در B L C L C تو مخرج L رو F رو بهتون میده. بریم سراغ نقطه اثر. خوشبختانه استاتیک رو خوندیم و اینا رو الان چی گفتیم ما باید بیان برای این المان انتخابی لنگر خمشی مهر محور x رو به دست بیاریم. خب
برای برایندم لنگر خمشی رولکس به دست بیاریم، بعد چکار کنیم؟ با هم برابر قرار بدیم. اگر چنانچه بگیم مثلا به رنگ قرمز هم روشنش بدیم، بگیم این برایند اینجا اثر میکنه، یا به درستی شکل بذاریم باید بگیم اینجا اثر میکنه، میره تو صفحه. ما دنبال دو تا کمیت هستیم، یکی از اینجا تا اینجا، یکی هم از اینجا تا اینجا. این بگیریمش x بار، این بگیریمش z بار. ما دنبال x بار z بار هستیم. آقای مهندس اسم شریفتون روی با دیگه آقای درودی محبت کنید بگید من اگر چنچی بخوام z بار رو به دست بیارم با چکار کنم؟ اگر برایند این رو بخوام به دست بیارم که باید بیام که فوز درده چی کنم؟ زبار این طرف رو باشه. اگر چنانچه بخوام این نیرویی که بر این سطح اثر می کنه رو که هستش گاما آگه چه منایزه در دیه که دیه هم هستش بی دیزه، بخوام نسبت به محور x به دست بیارم باید ضرب در زدش کنم. این نیروی که روی نصر میکنه که این باشه ضرب در زد بشه میشه برایندشون، بعد رو سطح در صفرش انتگرال بگیریم میشود معادل f ضرب در زد بار. خیلی خوب مینویسم گاما در h منهای z در z، اونم به جای دیه میذارم بی زد. شروع میکنم این پیگار میگیرم مساوی رو گاما ضرب در بی میاد بیرون، این زده اول باید در ایچه ضرب بشه بعد اینتگرال گرفته بشه میشود یک دوم اچ زد دو، بعد زد دو دی زد هم میشه یک سوم زد سه. ماسه شده از صفر تا هیچ. یه بار بجای زد هیچ، یه بار بجای زد صفر، صفرش که هیچی گیرون نمیاد. اگر چنانچه به جای اونم چیز بذاریم خب این میشه ایچ سه، اونم میشه ایچ سه، ایچ سه میاد بیرون یک دوم منها یک سه با میشه یک شیشم. پس بنابراین این طرف میشود یک شیشم گاما بی اچ سه، این طرف هم به جایی که اگر یک مقدار بذاریم میشه یک دوم گاما اچ دو بی ضرب در زد با. از اینجا زد با چطور میشه؟ به دست میاد گاما اچ دو با گاما اچ دو زده میشه، بی با بی زده میشه، اونم به مساوی میشه، زد با میشه مساوی با یک سوم اچ. و این همون مطلبی هست که نمیدونم کجا خوندی ما هم یه جوری اشاره کردیم فکر میکنم جلسه قبل تو مسئله صدر میخواستیم حل کنیم، این بود که گفتیم این برایند یک سوم از زد دو سوم از دست اینش. یک سفر نه 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 نکته آقای مهندس فرودی، اگر برای این شکل خواستید مرکز سطح رو به دست بیارید کجا میشه؟ وسط میشه اچ دوم. آره اچ دوم میشه ولی این اچ دوم نشد. نه، اون سر نسته، اون سر نسته مال نیرو رو میگم از مرکز سطح رو بزرد مرکز سطح یعنی چی؟ اگه مثلا تو ما یک سطح در نظر بگیم مرکز سطح یک سطح رو بالاتر بگیم از کجا میتونید اینو ثابت کنیم؟ که برای یک مثلث بعد در ذهن برای یک مثلث مرکز سطحش
اینجوریه، یعنی ایج اینجا به منظور از اونجا رد میشه، نمیگم اونجا حاله میشه. چجوری ثابتش میکنی؟ فکر کردی؟ که برای یک مثلث مرکز سطحش میشه یک سومی، یعنی منظورتون اینه؟ این مثلث کامل برنظر میگیره؟ نه، اما اگر چند محور x باشه این محور y، این محور x و این هم یک مثلث است. شما میگید اگر این a باشه، این b باشه، من بخوام مرکز سطح این شکل رو به دست بیارم، مرکز سطح این شکل من قبل از اینکه بگم چجوری نداره در به دست بیارم، میخوام از خودتون بپرسم چجوری اثبات بکنید اینو. فرض کنید مرکز سطحش اینجوریه، از اینجا تا اینجا x باره، از اینجا تا اینجا y باره، میخواد x بار y بار به دست بیاره. بعد مبنای محاسبه مرکز سطحتون اینجا مشخصه، بهتون میگم چجوری اینجا چه استدلالی میکنید، یعنی میگید چی؟ یعنی میگید من این دماغه و این اچه رو مبنا قرار میدم؟ متوجه هستید نبه چی صحبت میکنیم؟ برای این مسئله اگر چنانچه خواستید این مسئله حل بکنیم، باز همین دانش سیویل انجینیری میگید معادله این خط هستش x به a به اضافه y به b مساوی با 1. ببینیم این رابطه که نوشتیم درسته؟ مختصر که نقطه تو این سر میکن یا نمیکنه؟ اگر به جای x بذاریم a باید y سر بشه که میشه. تو این نقطه اگر به جای y بذاریم b باید x سر بشه که میشه. پس حالا معادله خطه. خب حالا میخوام شروع بکنیم همین استدلال که اونجا کردیم رو پی بگیریم. باید بگیم این نیروی که اینجا میذاریم، من تلقی و تصور نیرو داشته باشیم، F ضرب در Y بار لنگر نیروی برایند، حالا لنگر خود این F هستش، یک دوم A B ها؟ مساحت دیگه، یعنی به عبارت دیگه اینجا باید بگیم A ضرب در Y بار مساوی هست با حالا باید یه المان بگیریم برای یه محاسبه یه وای با المان رو اینجوری بگیریم. المان رو که اینجوری بگیریم از اینجا تا اینجا وایه، پس میشه وای ضرب در بی ای، اینتگرال صفر تا بی ای وای ضرب در بی ای دی ای رو باید با این جایگزین کنیم، دی ای این میشه دی ای وای، از اینجا تا اینجا میشه چی؟ چون مستطیل دیگه با قسمت هاش رو زده، پس بنابراین اینجا باید بنویسیم اینتگرال وای به جای این بذاریم دی ای وای ضرب در این فاصل که اکسه، بعد به جای اکس از این رابطه میذاریم یه که منهای y و b در a از صفر تا b انتگرال میگیریم، a رو بدیم یک دوم b دو، از اینجا y بار میشه یک سوم b. این کار رو بکنید. آیا در حدی افتاد؟ برای محاسبه x بار هم میایم میگیم a ضرب در x بار مساوی هست با y dA، که حالا dA رو برای اون یکی بهتر هست این نگیریم، ولی اگر اینم گرفتیم اشکال نداره. اجازه بدید ببینیم اگه همین بگیریم باید آرمش بازوش چقدر بگیریم. کسی میتونه بگه بازوش چقدر باید بگیریم؟ اگر چنانچه علمان همین بگیریم بازوش چقدر میشه؟ یعنی من باید اینجا بنویسم
x بار ضرب در a مساوی با اینتگرال فاصله این المان ضرب در a کرد. Any comment؟ باید بیان ببینیم سنتروید خودش تو محور وای چقدر فاصله داره. اگر کل این x باشه سنترویدش در کجاست؟ نصفه، میشه یک دوم x ضرب در dA. dA هم هستش x dA بار. باز اینجا باید برید یا x رو تبدیل به y بکنید یا y رو تبدیل به x بکنید. چجوری باید این y رو به dx تبدیل میکنید؟ از طرف این دیفرانسیل بگیرید دیگه، میشود dx به a به اضافه dy به b مساوی چقدر؟ صفر. از اینجا دی وای میشه من های بی آقا بدی اکس. آقای آبدین اینا رو باید بلد باشیم، اینا مربوط به میکنی سیالات نیست، اینا مربوط به چیه؟ آقای ماز مرده ریاضی پیازی. آقای من سجادی میگه پس گاهبمون زایی نه اینجوری هم زایی دار. خب بریم سراغ سطوح شیبدار. حالا ممکن است سجاده بگه خب این اکس بار چه کار میکنی؟ پاسخ؟ اینجا اکس بار من چیز نگفتم در موردش. بی دومه. منتها حالا بعد نیست همینجا هم به این نکته اشاره بکنم. بچه ها برای به دست آوردن مرکز سطح این مستطیل باید بیاید چیکار کنید؟ اقطارش رو بکشید، محل برخورد برخورد، محل برخورد قطراش میشه چی؟ مرکز سطحش. به این نقطه میگن سنترال ایریا. خب، مرکز سطح. به این نقطه که فشار اثر میکنه میگن سنترال پرشر، مرکز فشار. و همیشه سنترال پرشر پایین‌تر از مرکز سطح. حالا همه چی، همه چی، چه اینکلن، چه منحنی، چه بیکس، هر چی باشه سنترال پرشر همیشه از سنترال ایریا پایین تر. ما موقع که دانشجو بودیم شما بعد نیست این رو یاد بگیرید، اینجوری میتونید تو استاد نفوذ بکنید. موقع دانشجو بودیم اگر استاد یه همچی جمله میگفت میرفتیم کنجکاویمون رو ارضا میکردیم، یه کیسی پیدا میکردیم که اینجوری نباشه. بعد از جلسه بعد میمنیم سر کلاس با اجازه چرا یه جمله کلی گفتی؟ گفتی برای همه یه سطور سنترال پرشر پایین تر از سنترال فریا هست. من یه سطح پیدا کردم که اینطور نیست. این نمره شو بیس میگرفت و دامون میرفت آبار کارش اگه همچی کنم شما میتونید. شما هم سر کلاس دوست داریم یه چیز از شما یاد بگیریم. و اما نیروی وارد بر سطوح شیبدار، فرض کنید شما یه همچین مسئله دارید، داخل این آبه و ما میخواییم ببینیم نیرویی که بر این سطح اثر میکنه چرا این سطح شیب داره. یکی از سوالا هم نیروی نه من برای که به این سوال پاسخ بدم میام این سطح رو ادامه میدم
کتاب نیست آقا، نگران این نباشید. منتها برای که عملا صحبتام رو جلو ببرم، اینم زاویه تعداد است. دقیقا دیدگاهی که اینجا پیاده کردم شروع میکنم اینجا عملیاتش میکنم. منتها این نحوه نگاه به مسئله، لطفا دقت بکنید، این نحوه نگاه به مسئله بهش میگن دایرکت اینتگریشن. این نحوه نگاه به مسئله بهش میگن دایرکت اینتگریشن. من اینجا نمیام از دایرکت اینتگریشن استفاده کنم، از استراتژی استفاده میکنم این مسئله رو حل میکنم. لطفا نگاه کنید ببینید چی کار میکنم، چون دایرکت اینتگریشن یه مقداری جنب و فنگ زیاده. البته اونم اشکال نداره بعد مطرحش کنید، ولی که بدونید داستان چیه. نگاه کنید، اگر از این نقطه یه خطی به موازات سطح ها و از این نقطه یه خطی به موازات این ترسیم کنم، من میتونم برم برای این سیاری که اینجا محصول میشه چی کار کنم؟ پیکر آزاد بکشم. خب پیکر آزادی که باید روی جسم بکشم، باید دونو نیرو رو بزنم روی پیکر آزاد. دقت بکنید، برای قسمت هاشون زده میخوام پیکر آزاد بکشم. یه نیروی اینجا که ناشی از توزیع فشار روی این هست، اینو میذارم افیک. از کجا دارم این رو؟ نیروی وارد در سطوح افقی. یه نیروی هم اینجا دیگه زوزنقه یه فشاره، مثلث فشار نیست اینجا. یعنی اینجا از اینجا تا اینجا گاماهه چه، از اینجا تا اینجا هم هر چهار اعداد میذاریم روش، این هم با یه رنگ متفاوتی. بگیم این نیرو هم مقدارش هفتوه، تا الان من چه نیروی گذاشتم؟ در نتیجه جدا کردن این پیکر آزاد از اینجا و اینجا نیروی بود. نیروی برشم بذارم؟ نه. نه، چون سیار ساکن. روی این چی؟ چون این سطح رو از این سطح هم جدا میکنم، باید اثر سطح رو هم روی پیکر آزاد تقسیم بکنم. اینو اسمش میذارم FH، این هم میذارم FPD. آیا نیروی دیگری هم دارم؟ بله، بادی فورس. دیگه نیروی دیگه ندارم. در مجموع نیرویی که روی این جسم سر میکنه F1 و F2 و W و FH و FPD. متعادل نیرویی میتونم FH و FOBی رو به دست بیارم با اینکه این جسم منفی با دقیقه رو من نسبت به، یعنی دوران نمی کنه، نسبت به نقطه هم برم لنگر بگیرم، نقطه اثر نیرو ها به دست بیارم. خب یه مقدار احتیاج داریم به عدد رقم برای این کارها رو جلو ببریم. از اینجا تا اینجا رو میگیریم H1، از اینجا تا اینجا رو میگیریم H2. سیالم که تاماش کام هست. خب یکی یکی شروع بکنیم. کمیات مختلف رو حساب بکنیم. بچه ها از اینجا تا اینجا چقدر میشه؟ میشه H2 منهای H1 که این باشه ضرب در تانجانت تیتا. میشه چون تانجانت تیتا هستش مقابل به مجاور، البته باید بگیم هستش این بخش برای تانجانت تیتا، پس بنابراین این فاصله
می شود H2 منهای H1 بخش بر تانجانت B. این فاصله هم که H2 منهای H1. خب F1 چقدر میشه مقدارش؟ F1 میشود گاما H1 ضرب در مساحت این، مساحت این بودش اینه، یه بودم همون برکابلوه که یکه، پس اونو بردیم میشود گاما H1 ضرب در مساحت عمود بردیم یک در H2 منهای H1 بخش بر تانجانت دیتا. نیروی افکت سه تا کمیت باید برش مشخص کنیم، مقدارش اینه، راستاش هم اینه، نقطه اصلش هم آقای من از درمودی میخواد به کجاست؟ اگر این مستطیل باشه میشه وسطش، یعنی میشه این بخش برای دو. من فعلا برای که شکلش شلوغ نکنم اینو میذارم A، ولی A هستش نصف این. F2 رو چی روی حساب کنم؟ برای محاسبه نیروی F2 باید مساحت 16 نفر حساب کنم. بیاد اینجا نگاه کنید لطفا، اینجا مساحت این میشود گامای ضرب درش یک دوم گامایش دو ضرب در همون بر تابلو اینا شد یک دوم گاما بیش دو. اینجا باید بیام بگم این یکی هستش گامایش یک، این یکی هم هستش گامایش دو، در نتیجه اگر مساحت اینو به دست بیاریم مساحت این میشود مجموع دو قاعده ضرب در نصف ارتفاع. بعد این مساحت قاعده را اگر ضرب در عمود بر تابلو بکنیم میشه چی؟ پس اونو بردیم F2 میشه مساحت یک دومه گاما در H1 به اضافه H2، این در واقع همون مجموع دو قاعده است چون گاماش مشترک بود کشتمش بیرون، ضرب در H2 منهای H1 نصف ارتفاع، بعدی باز ضرب در یک بشه. یک چیه؟ عمود بر تابلو. دیمانسیونش درست در میاد آقای زاکری؟ دیمانسیون بو این اله، این هم بله، این هم اله، میشه ال سه، ضرب در گاما میشه اف. نقطه اثرش چجوری به دست بیاریم؟ برای به دست بردن نقطه اثرش باید بیام این رو به دو تا شکل تبدیل بکنیم، یه شکل اینجا مستطیل، یه شکل هم اینجا. بعد بگیم برایند که این باشه F2 باشه ضرب در نقطه اثرش هستش برایند این ضرب در نقطه اثرش که داریمش ضرب در برایند این ضرب در نقطه اثرش. پس اونا برمیم F2 ضرب در B، B نقطه اثر F2 مساوی هست. خب این مستطیله Fش میشه چی؟ میشه گاما H1 ضرب در H2 منهای H1 ضرب داره نصفش دیگه چون وسط اثر میکنه. پس بنابراین میشود گاما H1 این میشه یه بودش، یه بودش هم H2 منهای H1 این شد مساحت این ضرب در واحد، این شد نیرو. حالا نیرو باید ضرب در لنگرش بشه نسبت به مثلا این قاعده، اونم هستش یک دومه
H2 منهای H1. پس نابرین لنگری مستقیله به دست آمد. حالا بریم سراغ این مثلثه. مثلثه این تکه هستش که ما در H2 منهای H1 ضرب در H2 منهای H1 یک دومش ضرب در یک ضرب در آرمش. پس بنابراین میشه به اضافه یک دوم گاما در H2 منهای H1 به توان 2 ضرب در 1. حالا بازوش هم میشه یک سوم H2 منهای H1. پس این میشه 3. یک سوم اینجا هم میاد. با داشتن این اطلاعات میتونیم بریم بیرم چیکار کنیم؟ به دست بریم. W اینها لازمه این است که ما از بیکر آزاده بتونیم استفاده کنیم و نیروی FB و FH رو به دست بیاریم. W باید بیان مساحت این شکل به دست بیاریم ضربه چی کنیم؟ عمود بر تابلو ضربه گاما یک دومه گاما مساحت این شکله، این بودش اینه، این بودش هم اشتر به نایه چه که پس می شود خط کسری H2 منهای H1 به توان 2 بخش بر تانجانت دتا. دیمانسونش اگر یکی اضافه کنیم حل میشه، همون بر تابلو یک. این هم در غیره نقطه اثرش کجاست؟ نقطه اثرش نسبت به این خطه میشه یک سوم، دو سوم از رأس، یک سوم از آقای آبدی نگه. از کجا به دست آوردی؟ خود نوشتم اینجا. پس بنابراین نقطه اثر این هم اگر بگیریم سی هم میشه یک سوم. خب اینا رو برای چی میخواستیم؟ برای محاسبه نقطه اثر این. بسیار همه این نیروها رو که به دست آوردیم میتونیم بریم شروع کنیم تعادل نیروی رو بنویسیم. من این دو تا مسئله رو از طریق دایرکت اینتگریشن حل کردم، این مسئله رو از طریق این دایرکت اپروچ حل کردم. حالا میخوام بگم مجموع نیروها در جهت محور X باید مساوی صفر باشه. چرا؟ های من سجادی؟ به خاطر اینکه تعادل جنس در حال تعادله. چون جنس در حال تعادله مجموع نیروها در جهت محور X صفره. یه جهت مثبت هم انتخاب کردیم میشه F2 منهای FH. نیروی دیگری هم در جهت محور X نداریم پس FH میشه F2. مجموع نیروها در جهت محور Y هم باید صفر باشه. اینجا باید یه جهت مثبت انتخاب کنیم. F ورتیکال مثبت، W منفی، F1 هم منفی. پس بنابراین F ورتیکال هم میشه جمع F1 به اضافه W. پس سه تا ویژگی نیرو من دو تاشو به دست آوردم. شرکت صفا خانم شاسیایی دو تا ویژگی که به دست آوردم چیه؟ راست. آقای آبدینی مگنیتود که نیستی تاز مؤلفه مگنیتوده، چجوری برم خود مگنیتود حساب بکنم؟ فاز وظیفه فیثاغورس است. بگم F هستش FH به توان 2 اضافه FB به توان 2 که بعد چون F2 و اینها رو دارم جای بزنم. پس ما بعدی F که برایند این دو تا نیرو هست
می شود FH به توان دو به اضافه FV به توان دو و بعد جذبش. و اما نقطه اثر، این دایرکت اپروچ پوینت آف اکشن، بچه قبول دارید من اگر یه شکلی بکشم که شروع نشه اون شکل بیرون، قبول دارید که من میتوانم F1 و W رو با یه نیرو جای بزن کنم ها؟ یعنی بگم F1 ضربه در A، البته اون نیرویی که بخوام جایگزین کنم مقدارش نمیشه فیلم به اضافه دبل میگه. خب نقطه اثرش اگر خواستم از بنویسمش، این حالا این نیروی اسمش بذارم R، R مقدارش هست که به اضافه دبل میگه. برای بدست آوردن نقطه اثرش یعنی این فاصله میتونم بگم B ضرب در R مساوی چیه؟ مساوی از باید یک ضرب در A به اضافه دبل ضرب در C. پس بنابراین دی ضرب در آر مساوی هست با ای ضرب در اف یک به اضافه سی ضرب در دبلیو. با داشتن همه اطلاعاتی که اینجا داریم میتونیم بریم دی رو به دست بیاریم. الان ممکنه بگید چرا این کار میکنیم، یه لحظه رو باشیم. یه نیروی هم افهم اینجا داریم، بعد این نیروی هم که به دست آوردیم میدونیم که بر سطح چی هست. همونی استاتیک. این نیرو رو من نمیذارمش، بلکه استدلال کردم میذارمش. اگر یه جسم داشته باشیم که سه تا نیرو برش اثر میکنن و این جسم تعادل دورانی داشته باشه، این سه تا نیرو باید از یک نقطه عبور کنه. میام بگم این دوتا همدیگر در این نقطه قرار میکنن، از این نقطه یه خط همدیگر میکنن بر این، میگم اون نیروی F داستاش یه یعنی نقطه اثرش اینه. پس علت اینجا آمدم نیروی F1 و W رو با یه نیرو جایگزین کردم برای اینکه بتونم از مفهوم تری فورس ممبر استفاده کنم. یه جسمی دارم که سه تا نیرو برش اثر میکنه، اگر این جسم بخواد در حال تعادل باشه باید یه سوال، آیا میتونستم همینجا که بودم یه قضاوتی از این نقطه اثر داشته باشم؟ آیا میتونم بگم اگر چنانچه نسبت به این نقطه لنگر بگیرم همینجا باید این دوتا نیرو کلینیه باشم؟ اگر چنانچه من برم نسبت به این نقطه تو همین شکل، یعنی هیچ برای معادل سازی هیچ انجام ندم، نسبت به این نقطه لنگر بگیرم باید این نیرو و این نیرو توی راستا قرار بگیرم، به طوری که بازوشون یکی بشه، لنگرشون یکی از بره، یکی از بره سه بشه. میتونم این حرف بزنم؟ چرا نه؟ چون میتونستم بگم که این نیرو رو که با این جایگزین کردم، خب یعنی در واقع شاید
اگر چنانچه من برم این نیرویی که به این رنگ میکشمش بخوام ترسیمش بکنم، باید بگم حالا باید بگم این از اینجا تا اینجا، یعنی از اینجا تا اینجا این F کی هست؟ ویه باش F چه؟ این چیه؟ F B رو شکل میبینید که چه کلی میارم؟ F2 و FH، F2 و FH در یک راستا قرار دارن، ولی F ورتیکال شاید عملا اگر اینها هم شیفت بدیم بیارمش اینجا میشه اینجوری دیگه، میشه این و ولی خب از بابتی که FH و F2 در یک راستا هستن با توجه به این شکلی که اینجا ملاحظه میکنیم موضوعیت داره در رابطه با FB و R. اگر چنانچه استدلالمون بخواد مقرون به صحت باشه بگیم نسبت به این نقطه که لنگر بگیریم این از این بری این از بری از بین میرن، برای که این به طرف پایینه از این بر لنگر ایجاد میکنه این به طرف بالا از این بر لنگر، پس اینا باید کلینیه باشن، یعنی عملا میشود اف بی که با این آر برابره و بعد هم برای که حول این نقطه لنگر سر بده باید هر دوتاش بازشون یکی باشن، یعنی عملا این نقطه اثری که اینجا گرفتیم یه نیروی اینجوری یه نیروی اینجوری، ولی خب این استدلال یه مرحله قبلش که باید یه سیستم سه نیرویی داشته باشین که از یک نقطه عبور بکنن موضوعیت داره. ما یکم دیر شروع کردیم، تقریبا نیم ساعت دیر شروع کردیم، میدونم که ساعت دو هم شما کلاس دارید و الان یک و نیمه، ما یک چند دقیقه دیگری روی همین وقت میزنیم و بعد همگی رو به خدا میسپاریم. ولی خیلی کشش نداریم. بسیار خوب، دستتون درد نکنه، تمام برید سراغ جلسه بعدی، کشش رو بذارید برای درس مقارن سالی که انشاءالله افزایش کشش خیلی دوست. ممنون و چند.